سلام، من میسیز ریپورترم و اینجا کانال مستر ریپورتره. امروز میخواییم شما رو به نقطه هایی از زمین ببریم که هیچ حیاتی ندارن. ممنون که امروز هم مستر ریپورتر رو انتخاب کردین و وقتتون رو به ما اختصاص میدین. پیش از هر چیز امیدوارم که از برنامه های ما لذت ببرین و اگه خوشتون اومد اون رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستین و زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید ما رو همراهی کنید. حیات در محیط‌های عجیبی روی زمین، از صحرای خشک گرفته تا مناطق یخ‌زده و نقاط بسیار گرم و دریچه‌های ورود مواد سمی در کف اقیانوس وجود دارد. اما دانشمندان مکانی در اتیوپی رو کشف کردند که حیات به هیچ وجه در اون وجود نداره. محققان برخلاف تحقیقات قبلی، آزمایش‌های متعددی رو روی این نقطه از زمین انجام دادند و هیچ اثری از حیات، حتی میکروارگانیسم‌ها در اون پیدا نکردند. این منطقه اسمش دالول هست. یکی از عجیبترین محیط های زمین. محیط این منطقه بسیار گرم، شور و اسیدیه. دریاچه های موجود در دالول تا دهانه های آتش فشانی کشیده میشن که مملو از نمک، گازهای سمی و آبهای جوشانه. حتی در روزهای زمستانی دمای هوا از 113 درجه فارنهایت بیشتر میشه. پهاش برخی از شعله های نمکی و اسیدی منطقه منفیه. نتایج این تحقیقات در ژورنال Nature Ecology Evolution منتشر شده. لوپز گارسیا مؤلف ارشد این پژوهش و یکی از محققان مرکز تحقیقات علمی فرانسه در این مورد میگه ما نسبت به تحقیقات پیشین نمونه های بیشتری رو تحلیل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هیچ گونه حیات میکروبی در این شعله های نمکی، اسیدی و داغ یا دریاچه های مملو از منیزیوم وجود نداره. اما خارج از این دریاچه ها اوضاع فرق میکنه. او در این مورد میگه تنوع وسیعی از باکتری آرکیهالوفیل که نوعی از میکروارگانیسم های اولیه نمک دوست هستند در صحرا و دره های نمکی منطقه وجود داره. اما این میکروارگانیسم ها در دریاچه های هایپر اسید و هایپر نمکی و همچنین دریاچه های سیاه و زرد دالول وجود نداره. در این دریاچه ها منیزیم وجود داره و تمام این موارد نشون میده دلیل پراکندگی میکروبی در منطقه باد و بازدید کنندگان انسانی هست. لوپز گارسیا، مدیر تحقیق مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه اظهار کرده در سیاره زمین اشکال مختلفی از زندگی وجود داره که با شرایط محیط سازگار شدن که زندگی در برخی از اونها به دلیل شرایط سخت زیست محیطی مانند گرمای فوق‌العاده، اسید بسیار زیاد و یا نمک بسیار زیاد ادامه داره. اما به نظرتون زندگی در یه محیطی که هر سه تا از این شرایط رو داشته باشه ممکنه؟ ناحیه هیدروترمال دالول تمام این شرایط رو داره. محققان برای دریافت محدودیت حیات در این منطقه از آب شور این منطقه نمونه برداری کردن. برخی از اونها بسیار داغ، اسیدی و شور بود. ولی برخی از اونها با وجود شور و داغ بودن خیلی اسیدی نبودن. محققان فرانسوی تمام مواد ژنتیکی پیدا شده در این نمونه ها رو تجزیه و تحلیل کردند تا هر گونه حیات و موجود ساکن در این آبها رو شناسایی کنند. برخی از دریاچه های آبی که در این منطقه وجود دارن سرشار از سدیم کلرید یا نمک هستن و برخی از موجودات کوچک قادر به تحمل این شرایطن. در میان برخی از محیط‌های دیگه که نمک با منیزیم داره برای زندگی خطرناکه چون منیزیم غشای سلولی رو تجزیه می‌کنه. در واقع آب موجود در منطقه آتش فشانی دالول هم نمک منیزیمی داره. به این ترتیب هیچ دی ان ای و بنابراین هیچ اثری از یک ارگانیسم در این آب‌ها وجود نداره. از طرف دیگه محققان در برخی از دریاچه‌ها با شدت کمتر تنوع زیادی از میکروب‌ها رو پیدا کردن که بیشتر آنها آرکیا هستند. باستانیان یا آرکیا سلسله ای از موجودات ریز تک سلولی هستند که بسیار بسیار گسترده و شگفت آورند. یافته های محققان حاکی از اینه که برخی از این محیط ها دارای حیات نیست.
این افراد و محققان با استفاده از میکروسکوپ‌های الکترونی حضور بیومورف‌ها در دو گونه از دریاچه را تشخیص دادند. هم دریاچه‌هایی که فاقد حیات بودند و هم دریاچه‌هایی که میکروب‌ها در آن وجود داشتند. بیومورف‌ها رسوبات معدنی هستند که از سلول‌های کوچک تقلید می‌کنند. سری بزنیم به بیابان داناکیل. بیابان داناکیل مجموعه از آتشفشان‌ها، چشمه‌های آب گرم و حفره‌هایی هست که یکی از گرم‌ترین نقاط زمین را تشکیل داده. بیشتر سطح این بیابان پوشیده از نمک و ماگما هاست و آتشفشانی عجیب به اسم دالول داره که در اطراف خودش چشمه‌های آب گرم زیادی به وجود آورده و زمین‌های اطراف رو به نقطه عجیب و غریب تبدیل کرده. این آتشفشان در اثر یک فوران در سال 1926 به وجود اومد و با آوردن ماگماها به سطح زمین مناظر منحصر به فردی رو شکل داد که هیچ شباهتی با زمین نداره و ما رو به یاد سیارات دیگه‌ای به جز زمین میندازه. در روی زمین هم شکاف‌هایی هست که گازهای زیرزمینی رو به بیرون منتشر می‌کنه. آتشفشان دالول یکی از کم ارتفاع ترین دهانه های آتشفشانی دنیا است. گدازه های گوگرد سیاه که سفت و سخت شدن بعضی از چشمه ها رو فرا گرفته و دریاچه های با رنگ های آبی و سبز آبهای سمی رو پنهان کردن. آب و هوای عجیب و غریب باعث شده که این ناحیه یکی از دور افتاده ترین نقاط دنیا محسوب بشه و هیچ کسی در حوالی این ناحیه زندگی نمی کنه و تنها راه رفت و آمد استفاده از شترها و شتر سواری هست.